aşkımı almak elimden. Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadından öpeyim. شب بخیر برادر. یه بازی هست برادر، پیداش کن و پولو بگیر. پیداش میکنی و پولو میگیری. برو دنبال کار داداش، به حد کافی عصبیم. شش قاطی نکن، گوش کن حرفمو. الان میخوام باهات بازی کنم، اما درست برعکسش. اول من پولو میگیرم، بعد تو پیداش میکنی. پسرت رو میگم، پسرت اگه میخوای دوباره ببینیش باید اول پولو بدی. میکشمت، میکشمت، میکشمت. پسرم، پسرم رو بیارین. اون پسرم، پسرم رو بیارین، پسرم. اون مرحله بعدی، تو اول پولو بیار. راستی اگه به پلیس زنگ بزنی دیگه پسرتو نمیبینی. یه ساعت دیگه بهت زنگ میزنم، منتظر تماسم باش. بری هاکان، من حاملم. خیلی بد شد. هاکان، من یه چیزی میخواستم بهت بگم. نه اینجوری هم خوب نمیشه، خیلی لوسه عزیزم. هاکان جون، دومی داره میاد. اصلا خوب نبود. هاکان، من سیمای، من میخوام طلاق بگیریم. سیمای، من نمیتونم تو رو ببخشم. باور کن امتحان کردم، سعی کردم دروغی که گفتی رو فراموش کنم، سعی کردم درکت کنم، نشد، نتونستم. ولی اینجوری واسه جفتمون بهتره. ما هر دومون تلاش میکنیم شیما آسیب نبینه، مگه نه؟ هاکان، میفهمی چی داری میگی؟ خیلی فکر کردم، دروغ گفتن تو یه هفته بررسی کردم، هر شب فکر کردم. نمیشه الکی کشش ندیم. فردا صبح میرم پیش وکیل. فردا؟ خب هاکان جون، همین الان یه وکیل شبکار پیدا میکردی؟ چقدر عجله داری؟ سیمای لطفا،
مقصر تویی، کش دادنش هم من و هم تو رو بیشتر اذیت میکنه. شاید الان وقتش نیست، ولی من به بلند چیزی نگفتم چون ممکنه بخوان آشتیمون بدن. حوصله هیچ کسا ندارم. تو هم به دختره چیزی نگی بهتره. ببین، نمیخوام التماست کنم، ولی به نظرت این بی‌انصافی نیست؟ منظورت چیه سیمای؟ تو نشستی فکراتو کردی، تصمیمتم گرفتی، اینو پذیرفتی. خب به منم فرصت بده هاکان، منم خودم آماده کنم. امروز فردا که نمیشه. سیمای، تو یادت میاد خونه اولمون بود؟ من یه چیزی بهت گفتم، بهت گفتم که من تحمل همه چیو دارم. به غیر از یه چیز. دروغ. بهت گفتم روزی که دروغ گفتی یعنی از من گذشتی. به امروز و فردا نگو سیما. اول تو از من گذشتی. اول تو. تو چی میخواستی بهم بگی؟ هیچ، مهم نیست. باشه، شب بخیر. من خوابم میاد، میرم به خوابم عزیزم. باش عشقم، منم زود میام. عشقم، اینا برای منه؟ بله عشقم، پس ملکی میخواست بشه ها؟ تازه همشونم طبیعیه، همرم خودم سوا کردم. عروسک قشنگ من قرمز پوشیده، تو رخت خواب مخمل آبی خوابیده. یه روز مامان رفته بازار. دخترم قربونت برم. اوپا، بوسه من کو ها، بوسه من کو. قربونت برم. خوبی دخترم؟ خوبم. بلند عشقم. دخترم خیلی خوب، الان میام. میشه داری میای آبم بیاری؟ آره میارم عزیزم، حتما حتما میارم. این داداش نجیب، پسرم چی شده؟ پسرمو پیدا کردم نجیب. کسایی که پسرمو دزدیدن اومدن سراغ. خب بشین بشین، آروم باش، آروم. منو زدن، پول میخوان. اگه پولو ندم پسرمو نمیدن. قراره به من زنگ بزنم. سریع به پلیس خبر بدین. اصلا گفتن اگه به پلیس خبر بدین دیگه پسرتون رو نمیبینین. آره خودشه. بده من باش حرف بزنم.
الو، تو کی هستی؟ من داییشم. ببین چی بهت میگم، یه تار مو از سرش کم بشه. بابا فهمیدیم، ما هم کاریش نکردیم، آروم خوابیده. پس تا این حد این بچه رو دوست داری؟ آره خیلی هم خوبه. ببین چی میگم، 300,000 تا رو بیار، منم بچه رو میدم، همونطور که به باباش گفتم. به پلیس زنگ نمیزنین؟ بازم زنگ میزنم، جا و زمان رو بهت میگم. ۳۰۰,۰۰۰ لیر پول میخوام. ای پس عوضی، من به تو اعتماد کردم بیشرف. آخه مگه این بچه جلسه که میخوای معاملش کنی؟ بسته دیگه، چطور میخوای بهش برسی؟ ها؟ شکمشو با پوست میخوای سیر کنی؟ دختر قراره پول دار بشیم، پول دار. اگه هم نمیخوای از پسرت جداشی؟ بفهم، بیرون، برو بیرون. اما به محض اینکه بری بیرون پلیس دستگیرت میکنه. خب؟ یا هم تو زندون میمونی و بعدش هم کسی بهت کار نمیده. عزیزه دلم، من هر کاری میکنم به خاطر تو، به خاطر ماست. این بچه که دوستش داری، پولی که بابتش میخوایم بگیریم، زندگی تو نجات میده. بلم کن، بسه. ما این پول از کجا میخوایم بیاری؟ اگه بخوایم خونه رم بفروشیم که همین الان پول نمیشه که. باشه خاله ملیه، درستش میکنیم. سینا، داری به چی فکر میکنی؟ پولی که صبح برای من آوردی؟ میدونم اون پولو. هوا حالش چطوره؟ چطور میخواد باشه؟ دارویی که دکتر داده رو خورد دوباره گرفت، خوابید. به خواب خوبه، بهتره که بخوابه. یالا دیگه، زود باش، زود باش، زود باش. سینان واسه چی لجبازی میکنی؟ من که بهت گفتم قراردادو قبول نکردم، اون پول الان مال توه. پلین، موضوع پول نیست. پس چیه؟ اگه به اون آدم ها پول بدیم، واقعا باور میکنی نازمو به همون پس بدن؟ مجبوریم که امتحان کنی. میدونم، میدونم، باید امتحان کنیم، باید امتحان کنیم، ولی... ولی چی؟ منتظر یه خبرم، اگه خبر بدن... سینان چه خبری؟ کی میاد؟ چقدر دیگه میخوای صبر کنی؟ نمیدونم، نمیدونم. من پولو گذاشتم تو اتاقت، از این به بعدشو خودت میدونی. خواهرزادتو پیدا کردیم، تو اکسارای تو هتل کرامه. همون خبریه که منتظرش بودی؟ نازمو پیدا کردم، پیداش کردم، به اونا هیچی نگو فعلا. دوباره که قرار نیست بحث کنیم ها؟
سینان، سینان کجا داری میری؟ الو، پول آماده شد؟ الو، نمیتونم صبر کنم، حاضره؟ آماده است، باشه، کجا بیارم؟ یه لحظه، من با یه قلدور حرف زده بودم، تو کی هستی؟ اون داییشه من باباشم. از کجا معلوم؟ چرا باید باور کنم؟ برادر من، تو اومدی سراغ من، بازی مازی گفتی، لفتش نده، بگو کجا بیارم، باشه؟ باشه، میشناسم، باشه، باشه. یالا سینان جواب بده دیگه. هوا یکم دیگه صبر کن، پسرمونو میارم، به زودی میارمش. چی شد؟ پیداش کردی؟ نکنه پلیس خبری داده بهش؟ تو نیا، همینجا منتظر باش. نه خیرم، منم میام. هلین یه بار به حرفم گوش کن، فقط یه بار، ممکنه خطرناک باشه. باشه، پس به پلیس خبر بدی. خسته نباشی، کسی اینجا با یه پسر بچه که موهاش طلایی و فرفری باشه اومده؟ نمیتونم اطلاعات مشتری رو به کسی بدم، این قانونه. برادر من، یعنی چی نمیتونم اطلاعات بدم؟ منو ببین، یه بچه دوستیدن بچه. زود باش بگو ببینم، زود باش بگو کجا. آروم باش خواهر، یا طبقه دوم هستن یا سوم، یه لحظه بذارید. من خواهر تو نیستم. نازم، دایی جون، نازم، نازم. ببخشید یه بچه کوچولو ندیدی؟ درو باز کن، باز کن این درو. ببخشید شما یه بچه کوچولو اینقدی ندیدی؟ نه یادم نمیاد. نازم، خواهرزادم گم شده، حدودا دو سالشه، موهاشم طلاییه، ندیدینش؟ ببخشید، نخیر ندیدم. موهاش فر و طلاییه. نخیر، قطعا ندیدمش. مطمئنی؟ آره مطمئنم. اینجا چه خبره؟ برو کنار ببینم، خواهرزادم گم شده، میفهمی؟ کجا داری میای؟ چه خبره؟ این سر و صدا چیه؟ دنبال چی میگردی؟ نازه؟ نازه؟ دایی جون؟ اینجاست. اذیتت که نکردن دایی جون؟ نه خوبی؟ سینا یا عزیزم بیا. معذرت میخوام، نمیتونستم بدون اون زندگی کنم، خواستم کنارم باشه، ولی اسماعیل گولم زد، اون آدم بدیه، قسم میخورم میخواستم بیارمش. شما بهتر از اون نگهداری میکنین، خانواده اون شما هستی، ببخشید. چی شد؟ چرا میخندی؟ هیچی، به تو میخندم. به وقتش خوب قاطی میکنی ها.
لازم باشه چرا که نه. میدونم دایی جون، الان میریم پیش مامان بابات. ها؟ بریم پیش مامان بابات. آره اگه بغلشون کنی حالت خوب میشه. آخ شو. چی کار کردی تو؟ تو فکر کردی پسر من فروشیه؟ ترجیح میدم به جای فروشش گشته بمونم. خدا لعنتت کنه زن، میکشمت. اگه پیدام کردی بکش. پسرم کجاست؟ اول پولو بده. خیلی خب من پولو آوردم، نوبت شماست، پسرمو بدین. یه مقدار دیگه پول بیار بچه رو ببر. نگران نباش، مواظب بشیم تا شب وقته. گفتین 300,000، منم آوردم بچه‌مو بدین بمیرم. پسرم بریم. بیا ببینم، بیا 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 ببینم، بیا عشقم، بیا عزیزم، بیا. کجا بودی تو آخه؟ آخ عشق دایی، بیا ببینم عشقم اینجاست. رسیدیم رسیدیم دایی جون. بیا عزیزم، الان میریم پیش پدر و مادرت. آها اینه هاش، اینم کلید بودو ببینم. آی آخ، بیا بریم تو. بودو ببینم، بودو بودو باش. ببین قهرمان من اینجاست. قهرمان دایی اومده. عزیزم عزیزم، ببین کی اومده، ببین کی اومده، قهرمان من اومده. عزیز دلم کجا بودی تو آخه؟ قربونت برم من، خوش اومدی پسر گلم. عزیزم نجیب کجاست؟ گفت میرم دنبال نازم، بگه با شما نبود. ای جونم داره زنگ میزنه، دورت بگردم. نجیب کجایی؟ والا سینان من نمیدونستم، اگه میدونستم پولو بر نمیداشتم. هوا دیگه نگاه همم نمی کنه، من بدبخت شدم سینان. نجیب ول کن این حرفا رو، بین خودمون میمونه. زود باش بیا، کجایی تو؟ ما نازمو پیدا کردیم. قربونت برم من. چی؟ کجاست؟ خونه این بابا، زود بیا. باشه الان میام، بودو بودو میام. جونم گشنته، من چی درست کنم واسه پسرم؟ برات کلوچه درست کنم؟ عشقم اومده، چراغ خونم اومده، من واسه پسرم ساندویچ درست کنم. آن دوست داری؟ یا سوپ میخوری؟ من برات سوپ بپزم عزیزم. سوپ دوست داری؟ آره دیگه جای نریا. باشه برم.
به نظرت چی کار کردن؟ نازمو پیدا کردن؟ چه میدونم، به داداش سینان زنگ زدم جواب نداد. منم به پلین خانم زنگ زدم اونم جواب نداد. ای بابا. آقا باریش خوش اومدین. سلامت باشی. پلین اومده؟ نه اومده، یعنی نمیدونم کجاست. فهمیدم. سینان چی اینجاست؟ نه، اگه برای خرید رفته باشه دیر میاد. متوجه شدم، ممنون. روز بخیر. چرا بهش نگفتی؟ نمیدونم، چه میدونم، گفتم از چیزی خبر نداره. از یه طرف داداش سینان، از یه طرف آقا باریش، نمیخوام مشکلی پیش بیاد. ای بابا آخه چه ربطی داره؟ چی کار کنم سرکان، من چه میدونم؟ بعدشم به من چه آخه؟ باشه باشه، فهمیدم، راست میگی، بدتر میشد. خوب کاری کردی. دقیقا. داری میری؟ تو رستوران هیچکی نیست. خوبه، منم یکی دو ساعت دیگه میام پیشت. نه تو امروز نیا، خودم از پسش برمیام. ازت اجازه نخواستم. مگه من همچین چیزی گفتم؟ گفتم خودم هستم، خسته ای، استراحت کن همین. لطف داری، ممنون، ولی ترجیح میدم سر کارم باشم. درسانی نمیتونم شریک عزیزمو تنها بذارم. دیگه همچین چیزی به من نگو سینان. چه چیزی؟ کدومو دوست نداشتی؟ این که گفتم شریک یا این که عزیز؟ جفتش. درسانی، حالا که جفتمون از فیلیا دست بر نمیداریم، این موضوع رو دادگاه روشن میکنه. بهت گفته باشم. فراموش نمی کنم، چون تون تون گوش زد می کنی. خوبه، خوشحالم که می فهمی. هلین، به عنوان دایی نازن بابت همه چی ازت ممنونم. داری میری؟ اینا جواب آزمایشاته، به دکتر نشون بده. ممنونم. خواهش میکنم. ببخشید یه لحظه لطفا. آیشه گل خانم، منو یادتون میاد؟ من دیروز تصادف کرده بودم. بله یادم اومد، با موتور تصادف کرده بودی. دقیقا. آره. خب چطوری؟ برای ماینه اومدی حتما؟ آره واسه همین اومدم. و یه موضوع دیگه هم هست، راستش یه آقایی منو آورده بود اینجا. ببینم اونو یادتون میاد؟ یه آقای قد بلند بود، خیلی خوش تیپ. یادمه، یه کاپشن چرمانن پوشیده بود، یه آقای قد بلند بود. آره درسته. دوباره هم اومد اینجا، یعنی واسه ملاقات من. والا اومده باشم من ندیدمش، نمیدونم. میشه اگه دیدینش لطفا اینو بهش بدین. دکتر آرام ببخش اورژانس. این چی؟ دکتر آرام ببخش اورژانس. دکتر آرام تو کاغذی به این کوچیکی نوشته؟ نه تو کاغذ فقط آدرس محل قرار رو نوشتم. تقدیر منم به اومدن و نیومدنش بستگی داره. چی بگم، هرچی خدا بخواد همونه. ایشالله. اینو نگهدار، اگه دیدیش بهش بده. خب باشه، خیالت راحت. عزیز دلم، ممنون که اومدی، قربونت برم، خیلی محبت کردی، ممنونم که کنارم بودی. عزیز دلم سلامت باشی. این چه حرفیه خاله ملیحه، چشم و دلتون روشن. عزیز دلم. پلین، اگه دیروز نبودی واقعا دیوونه میشدم عزیزم. تو به من قوت قلب دادی. شرمندم نکنی یه حرفو جونم، اگه تو هم بودی همین کارو با من میکردی.
داداش نجیب، نه یا سر کار، امروز بمون پیش پسر کوچولوت باشه. خدافظ. به سلامت. چی شد دخترم؟ مربا خواستی؟ سب کن بریزن رو نونت. بگی دخترم. مامان تو نراحتی؟ نه دخترم، این چه حرفیه؟ یه بار که خاله باشک خونه ما داشت گریه میکرد، تو براش غذا آوردی، هیچی نخورد، تو بهش اصرار کردی، اونم گفت وقتی ناراحتم هیچی نمیتونم بخورم. تو هم چیزی نخوردی؟ ناراحتی؟ نه نه قشنگم، من وقتی بیدار شدم یه چیزایی خوردم، واسه همین میل ندارم. بعدش هم بابا، پرنسس بابا، صبونت رو خوردی عزیزم؟ آخ من الان میرم سر کار، شب دوباره بر میگردم میام پیشه. بچه مامان بوس نکردی؟ آره ولی الان بوس میکنم. حالا خوب شد؟ ولی دیگه یادت نره ها، باشه؟ شب میمیرم ات عزیزم، باشه. جواب نده، ببین من با تو چی کار میکنم. سب کن. جانم باشاک، صبح بخیر. صبح بخیر پرین جون. کجایی؟ 1350 یه بار زنگ زدم، خب تلفنو جواب بده دیگه، اینقدر اتفاق افتاده که نمیدونی. آه چی شده؟ طولانیه، باشه تلفن نمیتونم برات توضیح بدم. پس برای هممون شب پرماجرایی بوده. برای تو هم اتفاقی افتاده؟ باشه تلفن نمیتونم بهت بگم، یه سر میرم خونه، بعدش هم میرم رستوران، تو یه زنگ به سیمای بزن دور هم صبح بخونه. باشه باشه، فعلا خدافظ، میبینمت. آ داری میری؟ آره دارم میرم پیش باریش. واقعا میخوای قبول کنی؟ تو به من اعتماد کن. ببین عزیزم، من میدونم دارم چی کار میکنم. آروم باش. باشه خیلی خوب، خودتو خسته نکن، مواظب خودت باش. چه خسته شدنی؟ میخوام برم با بچه ها صبونه بخورم، بعدش هم سر کار دیگه. خیلی خوب باشه، ولی خودتو خسته نکن. باشه یواش یواش آروم حرکت کن. باشه ببین چیزه، به سیمای هم بگو که هرچه زودتر اگه میتونه مشکلشو با هاکان حل کنه. خیلی خوب. خیلی خوب باشه، نگران نباش، بسپرش به من. در سنی غروب برات یه سورپرایز قشنگ دارم. باشه خدافظ. تو نمیری؟ باشه یکم دیگه میرم. باشه خواستم بذارم تو تختش، اما انقدر ترسیده بود که ولم نکرد. هوا منم تو رو خیلی ناراحت کردم، دلتو شکستم، ولی از ناراحتی نمیفهمیدم دارم چی میگم. مهم نیست، گذشته دیگه، مهم اینه که پسرمون اینجاست. البته حقم داشتی یا دیگه، قول میدم چیزی رو ازت قایم نکنم نجیب. آره نکن، هیچ وقت قایم نکن،
من تو رو، بچه‌مون و این خانواده رو همیشه تحت هر شرایطی حمایت میکنم. میدونم حمایت میکنی. خودتو کلی به خطر انداختی نجیبم. تو قهرمان مایی. واقعا تو همه زندگیمونی. بگم برات بیارن؟ چیزی نمیخوری؟ والا دکتر گفت حالت خیلی خوبه، یعنی هیچ مشکلی ندارم. چقدرم عالی. به هر حال من دارم میرم. کجا؟ میخوام یه موتور جدید بخرم واسه خودم. تو رو خدا این کارو نکن دویگو. خواهش میکنم بذار یه ماشین برات بخرم. ول کن این موتور رو، یه چهارچرخ بخر که مطمئن باشی. اوه نمیشه که با اولی مشکل با هم دیگه قهر کنیم. ای بابا اینجوری خیلی سخت میشه. گفته باشم درسانی، من نمیتونم سوار اون چهارچرخا بشم. همه طرفش بسته است، اصلا باد نمیاد، تو ترافیک گیر میکنه مثل تابوتی. حرفایی میزنی تو. انگار خیلی زود اومدم. خیلی خوش اومدی. ممنونم. داشتم با خواهرم حرف میزدم. بلند هستم. دیگو خوشبختم. خیلی خوب، من با اجازتون میرم. باشه مراقب خودت باش. باشه. چه خبره؟ به پیشنهادم فکر کردی؟ فکر کردم، ولی چند تا موضوع هست که باید حتما ازت سوال کنم. گوش میکنم. این جایی که تصمیم داری بخری رو دیدم، جای خوبی به نظر میاد. شاید خبر داشته باشی، سینان میخواد سهم پلین رو بخره. بدون شک میخواد بعدش سهم تو رو هم بخره. یعنی میخواد تنها صاحب فیلیا باشه. نمیدونم، یعنی هنوز به من چنین پیشنهادی نداده. اگه بده چی کار میخوای بکنی؟ وقتی بخوام با تو کار کنم سهمم تو فیلیا دیگه چه اهمیتی داره؟ خب میفروشمش. پس از این به بعد با همی. سینان اصلا از این تصمیمت خوشحال نمیشه. آره میدونم. چیزی میخوری؟ نه نوشه جون، ممنون. الهی بمیرم براش. ببین چقدر بچه ترسیده. بلا دور باشه بلین جون. خلاصه اینطوری دخترها، شما چطورین؟ چه خبر؟ سیمای تو حالت خوبه؟ والا اینجا خیلی خبرها هست. این طرف اوضاع خرابه. سیمای دوست داری تعریف کنی یا نه؟ هاکان میخواد طلاق بگیریم. چی؟ الو، باید با هم حرف بزنیم. به خاطر بچه‌تون میخوام دوباره بپرسم. مطمئنین آقا هاکان؟ من پرونده‌های این چنینی زیاد دیدم. موضوع راحتی نیست. میدونم، ولی منم دلایل خودم رو دارم. نمیتونم با بی‌اعتمادی زندگی کنم. میفهمم. پس تصمیمتون جدیه؟ بله. لطفاً کارو زودتر انجام بدین. عزیزم ببین همه چی درست میشه. ما هم قرار نیست بشینیم اینجا طلاق گرفتن شما رو نگاه کنیم. آره راست میگه، بلند باش حرف میزنه، سینان باش حرف میزنه، یعنی اصلا هممون باش حرف میزنیم. مگه به این راحتی ها ساخه؟ ببین تو الان آروم شو، گریه نکن. خب تو رو خدا خواهش میکنم. شاید درستشم همینه. سیما این چه حرفی آخه؟ همینه دیگه، منم نمیتونم با کسی که به من به چشم دروغ و حقه باز نگاه میکنه زندگی کنم. سیما این حرفا رو نزن.
موضوع تو و هاکانه. همه میدونن هاکان تو رو چقدر. پلین به من به چشم غریبه نگاه میکنه، انگار که نیستم، انگار اصلا نبودم. به هر حال من باید برم، بعدن حرف میزنیم. کجا داری میری سیما؟ آره سیما، کجا داری میری؟ باید برم سر کار. وای سیما تو رو خدا ول کن، چه سر کاری؟ بشین ببینم. با شک میشه ولم کنی؟ بخوام برم میرم، اصرار نکنین تنها هم بذارین بچه‌ها. خوش اومدی. دروغ چرا؟ اسم تو که تو تلفن دیدم تعجب کردم، بعدم که دعوتم کردی. میخواستم از خودم بشنوی سینا. من میخوام با باریش کار کنم، یکم پیش باش توافق کردم، دارم مدیر رستوران جدیدش میشم. پس تو رو هم خری داره؟ تو انگار اصلا منو نشناختی. به نظرم خیلی هم خوب شناختم. به هر حال پلین خبر داره؟ باهاش حرف میزنم. داری اشتباه میکنی، میدونی که؟ سینان الکی قضاوت نکن. که اینطور؟ توضیح بده بلند، توضیح بده که بدونم. بلند باشه، از دستم عصبانی هستی، قبول. دیگه نمیخوای پیشم باشی، اونم قبول. حداقل دشمنم نباش پسر. سینان یه خبر دیگه هم برات دارم، دارم پدر میشم. تبریک میگم، هم بابت بچه هم کار جدید. مبارک باشه. مدارک حاضره، فقط باید امضاشون کنی. هاکان خیلی دوستت دارم، هیچ وقت منو تنها نذار. آقا هاکان لطفا کمی بیشتر فکر کنین. نه خیر، پلین جون
میدونی وقتی یه چیزه اینجوری به هم میریزه من خیلی عصبانی میشم. میخوام همه چی مثل قبل باشه، یعنی هاکان و سیمای آشتی کنن، تو هم با سینا. با شک. چیه؟ مگه ما یه مدت آرزوی آدم ها رو تجربه نکردیم؟ دوستای صمیمی دختره با دوستای صمیمی پسره خیلی خوب بود. هاکان و سیمای، شما. با شک، دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. سیمای و هاکان هم دیر یا زود اوضاعشون درست میشه، باور کن. پس من میرم، دیرم میشه، تو هم بهم زنگ بزن و راجع به این موضوع با هم دیگه حرف بزنیم. باشه؟ باشه عزیزم. فعلا. مزاحم که نیستم. نه خواهش میکنم، بفهم. نه عزیزم، بشین. چون من اومدم رفت؟ نه عزیزم، سیمای داشت خودش میرفت، اتفاقی شد. چطوری؟ تونستی شب استراحت کنی؟ راجب دیشب وقتی حرف می زدیم خونه نبودم. خیلی خوب، کجا بودی؟ خونه خاله ملیه، مادر سینان. خواهرزاده سینان رو دزدیده بودن، منم واسه همین کنارشون بودم. نمی خواستم پشت تلفن تعریف کنم. بابت این که با هم رو راستی ازت ممنونه. حالا بچه پیدا شد؟ آره، همه چی مرتبه. ولی انگار یه چیزی هست که فکرتو مشغول کرده. میشه تو هم با من رو راست باشی؟ حتما، همیشه. درسته که قراره نزدیکی های فیلیا یه رستوران بزنی؟ بله درسته، سینان بهت گفت؟ اینکه کی بهم گفته مهم نیست، چرا بهم نگفته بودی؟ آه پلین، کاش قبل اینکه سینان ذهنتو به هم بریزه به حرفان گوش میکردی. منم دارم همین کارو میکنم. لطفاً جوابمو بده، چرا موضوع به این مهمی رو از هم قایم کردی؟ Aşkımı almak elimden, bırakır mıyım sandım